در آغاز برنامه جای آن دارد که در گذشت دانشمند ایرانی، نابغه جوان، خانم دکتر مریم میرزاخانی را به جامعه جهانی، به جامعه علمی، به مردم ایران و به ویژه به خانواده او تسلیت گفت. دکتر مریم میرزاخانی که از دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و هنگامی که به آمریکا آمد وارد دانشگاه هاروارد و سپس دانشگاه پرینستون و سرانجام استاد دانشگاه استنفورد بود، جایزه فیلدز رو دریافت کرد که در برای ریاضیدان ها میدن و جایزه ایست همانند جایزه نوبل، به ویژه اینکه نوبل جایزه ریاضی نداره و به این ترتیب فیلدز جایزه ایست هم ارزش و همانند اون و این تنها زن در عرصه تاریخ است که از 1934 به این سو که این جایزه به وجود آمده این رو دریافت کرده و بر تقدیر حتما تنها ایرانی است که این جایزه رو دریافت کرده. امروز برنامه ما در زمینه دیگری خواهد بود و به این ترتیب به مسائل سیاسی نخواهم پرداخت، اینکه آقای حسین فریدون دستگیر شده یا در دو سالگی پس از توافق اتمی آقای ظریف چه گفته، آمریکایی‌ها چه کار کردن و چه پاسخی ندادن، همه اینها میماند برای برنامه‌های دیگر. اجازه بدید با مهمان برنامه درودی داشته باشم و به برنامه‌ای که در یک زمینه ویژه گفتگو خواهیم کرد بپردازیم. مهمان برنامه دوست و گرامی قدر آقای ایرج مصداقی است. آقای مصداقی عزیز درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب گوهرزاد، همچنین بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. منم به سهل خودم تسلیت میگم در گذشت خانم دکتر میرزاخانی رو و در ضمن بایستی خدمتتون بگم که رژیم جمهوری اسلامی در واقع در روزهای اخیر، در دو روز گذشته، هم از روحانی رئیس جمهور گرفته تا ظریف و دیگر شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی در گذشت ایشون رو تسلیت گفتن فرصت طلبانه، برای اینکه باید این رو به خدمت اینو خدمت شما عرض کنم که خانم میرزاخانی متاسفانه در طول چند سال گذشته نتونسته بودن برای فرزندشون، برای دخترشون پاسپورت ایرانی بگیرن و دختر ایشون نتونسته بود هویت ایرانی داشته باشه به خاطر قوانین در واقع زن ستیزانه که در ایران حاکمه و مادر نمیتونه در واقع منشأ تابعیت باشه و همچنین به همین دلیل پاسپورت ایرانی تعلق نگرفته بود به دختر ایشون. و در ضمن بایستی به این هم توجه داشته باشید که رژیم جمهوری اسلامی در واقع احترام به عقاید ایشون، شیوه زندگیشون، نوع پوشششون و انتخابی که کردن احترام نگذاشته. میدونید در میدون ولیعصر پوستری از ایشون رو زدن با حجاب، همچنین در رسانه ها با حجاب از ایشون در واقع یاد شده در بسیاری از رسانه ها و روزنامه های تصویری. بنابراین میخوام بگم که رژیم جمهوری اسلامی میخواد این وسط سوء استفاده کنه از احساسات مردم و از شخصیت ایشون و متاسفم که در ما با یک همچین نظامی روبرو هستیم که از هیچ چیز نمیگذره. سپاسگزارم. خب برنامه امروز گفتگو خواهیم کرد در مورد یک مسئله. جمهوری اسلامی در ساختن تاریخ و بازنگاری تاریخ فکر می‌کنم که نداشته باشیم در دنیا رژیم‌های همانند جمهوری اسلامی که تاریخ رو چند بار بازنگاری می‌کنن. ساختن فیلم‌های تبلیغاتی، فیلم‌هایی که بخشی از تاریخ ایران رو در این 38 سال نشون میده. در آغاز کار که جمهوری اسلامی علاقه داشت که تمام تاریخ گذشته را بازنگاری کنه، برای همین هر چی که در گذشته بود به شکلی در تغییرات فیلماش از امیرکبیر گرفته تا دیگران اون گونه که دوست داشته نشون داده. ولی هنگامی که حال به خودش میرسه در چند مورد به مسئله مبارزات مردم و مسئله دوران جنایتبار جمهوری اسلامی، روایت تاریخی جمهوری اسلامی یک روایت تبلیغاتی و پروپاگاندا و پشت رو گذاشتن تاریخ است. یک فیلمی رو در امسال در دهه فجرشون به نمایش گذاشتن و کلی هم براش جایزه ارمغان آوردن، از جمله جایزه مردم، یعنی مردم همه این فیلم رو دیدن و تایید کردن و خیلی خوش شد، به اسم ماجرای نیمروز، که این ماجرای نیمروز به
رویدادهای آغاز دهه 60 به ویژه پس از 30 خرداد میپردازه و نقطه پایان این فیلم هم کشته شدن تیم موسا خیابانی، اشرف ربیعی و دیگر مجاهدان در خانه زعفرانی است. بحث این فیلم بحث فقط این نیست که ما بخوایم تاریخ رو نگاه کنیم، این است که این فیلم برای مردمی که امروز در اون روزگار نبودن و اصلا به دنیا نیامدن و روزگار اون مسائل رو نمیشناسن، اصلا نمیدانن در زندانهای ایران چه میخواهد بگذرد و چه گذشته است، از شکنجه خبری نیست در این زندانها. بازجوها و همه اون شکنجگرها آدمهای بسیار رؤوف، مهربان، روانشناسان خوب، اصلا داستانی است باید ازش واقعا لحظه لحظه فیلم رو دید و نگاه کرد. با آقای مصداقی به این سبب گفتگو میکنیم که اول پیش از اینکه تیکه‌هایی از فیلم رو ببینیم، آقای مصداقی شما به شکل کلی روایتتون و نگاهتون به این فیلم چگونه است؟ همونجور که خودتونم به درستی گفتید، این فیلم تلاش میکنه کرکس رو بلبل نشون بده، کلاغ رو قناری نشون بده و سعی میکنه که کفتار رو آهو نشون بده و گراز رو غزال نشون بده. این تعبیری است که من میتونم از این فیلم بکنم. در فیلم سعی میکنه سیاه‌ترین روزهای تاریخ میهنمون رو واژگونه نشون بده، شقی‌ترین انسان‌های روی زمین رو که من لااقل در کتاب‌ها هم معادل اونها رو نخوندم، سعی بکنه انسان‌های بسیار رعوف، انسان‌هایی که بسیار منطقی هستن نشون بده و حالا اون وسط هم برای چاشنی غذایا یه آدمی هست که مثلا یه مقداری خشنه، تازه خشونتی که او به خرج میده در مقابل اون چی که اینها تصویر میکنن به نظر من تقریبا هیچه. و ملاحظه میکنه که همونجور که خودتونم به درستی گفتید، نسلی که امروز در کشور ما هست که نمیدونه که بیش از 60 میلیون نفر از مردم ایران در اون دوران اساساً میتونم بگم که هنوز به دنیا نیومده بودن یا اگر بودن چیزی متوجه نمیشدن. و خب امروز اینا سوال دارن، بالاخره با توجه به اینکه در چند سال گذشته به خصوص از 88 به این ور رژیم تلاش زیادی کرده که در واقع بگه اونچه که در ایران امروز میگذره، ما با یک منافقین جدیدی روبرو هستیم، یعنی همه اونچه که در کشور ما هست، همه جنبش روشنفکری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان یا رسانه ها، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هر کسی که به نوعی با این رژیم مخالفتی داره یا انتقادی داره رو بخوام میگن اینا یه جریانی هستن به عنوان منافقین جدید. حالا پس ما منافقین قدیم رو بیاییم برای اینها جا بندازیم تا بفهمن اینا چه خطراتی دارن. شما میبینید که امروز حسن روحانی رو هم تهدید میکنن به اینکه بنی صدر بخواد بشه بنی صدریش کردن جامعه، یعنی در واقع همه چیز رو میخوان به اون دوران رجوع بدن و پس بنابراین باید چهره اون دوران رو تغییر داد. شما میدونید در اون روزگار اینها صحبتشون بود از النصر به رعب. النصر به رعب یعنی که وحشت رو چنان در جامعه حاکم کنید که اساساً همه مصدوم الاختیار بشن. ببینید در هیچ جای تاریخ، هیچ کجای این فیلم نشون نمیده و نمیگه و حتی صحنه های مستند دارن خودشون، وقتی گیلانی میاد و مطرح میکنه به صراحت میگه تعزیر یعنی شکنجه اونیه که پوست رو بشکافه، گوشت رو بدره، استخوان رو بشکنه و بعد دیگه اگر کسی زیر تعزیر بمیره کسی ضامن نیست. این عین فتوای ما هست. شما ملاحظه میکنید فیلم هست تصاویر موسوی تبریزی به عنوان دادستان انقلاب اسلامی هست که تأکید میکنه نیاز به دادگاه نیست. اگر در خیابان اینها رو که دستگیر میکنید دو تا پاسدار اونجا شهادت بدن، کسایی که در تظاهرات بودن، همونجا میتونید بکشیدشون. میگه نیم کششون رو از تو بیمارستان میتونید تمام کش کنید، تو خیابون میتونید تمام کش کنید. اینا وجود داره، اینا اسنادش تو رادیو تلویزیون هست، مطبوعات اون موقع هم دوستان اگر خودشون مراجعه کنن به روزنامه های اون دوران میتونن این رو هم ببینن. بنابراین وقتی که شما
در مطبوعات، در رسانه ها، در رادیو و تلویزیون میایید این موارد رو مطرح میکنید، ببینید در زندان ها چه اتفاقی افتاده، ببینید در شعبه های بازجویی، در شکنجهگاه ها، در میدان های تیر چه اتفاقی افتاده. ببینید این تنها رژیمی است در دنیا که حتی زمانی که اعدام میکردن گاه زجر کش میکردن. موارد بسیار زیادی هستش. شما توجه داشته باشید در دهه 60 در اوین حکم ضرب حتی الموت، یعنی بزنید تا مرگ، به سادگی این حکم رو صادر می‌کردن و بازجوها دست بازی داشتن برای اینکه زندانی رو شکنجه کنن تا مرگ. ببینید وقتی که ما از بیرحمی و شقاوت صحبت می‌کنم فقط یک شعار نیستش. فاطمه مصباح زمانی که اعدام شد فقط 13 سال سن داشت. شناسنامه اون رو سازمان عفو بین الملل تصویرش رو منتشر کرد. خانواده مصباح، تمامی خانواده، تمام خواهران، برادران و همچنین همسر برادر او اعدام شدند یا کشته شدند. پدر و مادر همچنین، 8 نفر از یک خانواده. خواهر دیگر فاطمه مصباح 15 ساله بود، عزت مصباح. بنابراین میخوام این رو خدمتتون عرض کنم که بیرحمی تا این حد بوده. بیرحمی فقط مخصوص کشتار 67 نیست. قتل عام و کشتار فقط تو 67 اتفاق نیفتاده، در همه دهه 60 به عنوان سیاه در این دوران تاریخ معاصر ایران ما با این پدیده مواجه بودیم. وضعیت زندان ها به گونه ای بوده که حتی نماینده مجلس رو گرفتن، آقای بهروزیه رو که البته خودش سابقه از جنایت و کشتار داشته، ایشون در اوین درگذشت. و این تنها نمونه نبودش، فقط حسن بهروزیه نبود، من دارم نماینده مجلس رو خدمتتون میگم. و جنایات مختلفی در اون دهه صورت درسته. این فیلم سعی میکنه همه چیز رو واژگونه جلوه بده. اجازه بدید من میخوام به یک نکته اشاره کنم، شاید با دیدن دقیقه 14 تا 16 فیلم ببینن که بینندگان ما از یعنی از چی داریم صحبت میکنیم. در زندانی رو اینا نمایش میدن در 1 ساعت و 56 دقیقه فیلم، شکنجه درش وجود نداره و فرد شکنجه شده هم در راهروهای زندان وجود نداره، ولی در اینجا این گفتگوی بازجوها در درون این زندان تصویری از شما میده که فکر میکنید دو کارمندای ثبت احوال دارن با هم صحبت میکنن سر اینکه مثلا آیا خودکار گم شده یا گم نشده، یا این خودکارهای آبی رو با قرمز جاش رو عوض کنن یا نه. به گفتگوی این بازجوات و این نگاه بکنیم ببینیم که بعد از دستگیری ها و اونجا اصلا چه چیزی بین اینا میگذره. سعی کردن حتی در تقلید از گودمن بدمن، پلیس خوب پلیس بد هم بسیار ناشیانه نمره بدن. نگاه کنیم شورش‌های 30 خرداد تازه شروع ماجراست. اینجوری نیست که فقط رفتار احساسی میلیشیاشون باشه، میلیشیا سرخود که کاری انجام نمیده. اینم تحلیله. بله اینم تحلیله، فعلا تحلیله. آقا مسعود باید بری سراغ متهمات ببینید ته ذهنشون چیه که ما عقب نمونیم. عباس آقا شما باید تیم تو تربیت کنیم، چون ممکنه که مجبور بشیم خطوط بیشتری رو شنود کنیم. 24 ساعت 3 شیفت. حالا هدف اصلی چیه؟ جای رجبی و موسی خیابانی باید کشف بشه. هدف اصلی همینه. باید زود پیداشون کنیم. حامد جون تو هم تقریب مراقبت رو ادامه میدی؟ الان که فضا امنیتی شده حتما اینا حفاظتشون رو چند برابر میکنن. منم فردا باید برم پیش دکتر بهشتی، خواسته منو ببینه ببینم چیه داستان، چی کارم داره. دکتر بهشتی؟ بله دکتر بهشتی. میشه منم بیام؟ بیا بریم، شما بیا بریم. لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلیم العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب العرضین السبع و ما فیهن و ما. خب ببینین یعنی در 30 خرداد دستگیر کردن، اعدام کردن، هزار ولی به نظر میرسه میگه خواستم ما با تمام با اینا که میگیرین کاری نداریم، اینا که اصلا کاری نیست، ما میخوام بریم دنبال اونا آرامش. در حالی که در همون روزها، حالا چرا دور رای دور میریم از سازمان های مختلف، از
اعدام ها داشتیم در همون شب، از نمیدونم از سازمان فداییان داشتیم، از مجاهدین داشتیم، مجاهدین و فدایی دستگیر شده داشتیم که اون شب 30 خرداد اعدام شدن. ولی اینها دارن به یه نوعی میگن که خب اتفاقی نیفتاد، حالا ما میخوام بریم دنبال کسی، بریم اینو آقای بهشتی چی میگن. در خدمت شما هست. همجور که به درستی گفتید، سعید سلطانپور کارگردان تئاتر همچنین شاعر میهنمون تو مجلس عروسی دستگیر شده بود، سر مجلس عروسی خودش سر سفره عقد دستگیر شده بود چند ماه قبل و میدونید که همون موقع این رو اعدامش کردن. ولی حالا من یه موضوعی خدمتتون بگم، این در همین صحنه‌ای که شما نشون دادید، فردی که مسعود نام داره، کارگردان این فیلم در گفتگویی که داشته با نشریه اندیشه پویا در اونجا تاکید کرده که این شخصیت رو یا بخشی از این فیلم رو از روی خاطرات شفاهی مسعود صدرالاسلام تهیه کردن و اون شخصیت در واقع اوه، یا خاطرات شفاهی اوه، یعنی هم آدم مهربونه که میخواد اصلا جامعه شناسی میکنه و خیلی چیز هست. حالا دوستان شاید مسعود صدرالاسلام رو نشناسن، یه اسمی رو من اینجا مطرح میکنم که دوستان اطلاعی ازش ندارن. مسعود صدرالاسلام در واقع اسم اصلیش تها طاهریست. من راجع به اون مطلب نوشتم. یکی از بنیانگذاران بخش مالی حزب الله لبنانه و معروف به مهندس یا انجینیر. حالا به دروغ هم در ایران مطرح میکنن که او مهندسه و در صورت که دیپلمه اقتصاده. جدا از این باید این رو خدمت رو عرض کنم که ایشون در دهه 70 مسئول اطلاعات نیروی انتظامی بوده و نقش اساسی رو در سرکوب 18 تیر داشتش. در اون نواری که هست، در اگر دوستان بزنن تو اینترنت، همایش کوثر، این چند نوار یک ساعت است، 7-8 نوار یک ساعت است، مربوط به سرکوب 18 تیره و نشست همایش کوثر که مسئولین اطلاعاتی نظام هستند. اون نشست و اون همایش رو مسئول صدرالاسلام هدایت میکنه. ایشون باز هم مسئول شکنجه شهردارانه. شهردارای تهران در دوران کرباسچی که به مجلس شورای اسلامی رفتن، در اونجا شهادت دادن نسبت به شکنجه هایی که در بازداشتگاه وصال زیر نظر همین مسئول صدرالاسلام صورت گرفت. باز براتون بایستی توضیح بدم که مسئول صدرالاسلام کسی است که رابرت لوینستون رو ربوده. مسئول ربودن رابرت لوینستون، امریکایی که از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست و متجاوز از 10 سال الان و خانواده او هم نمیدونن کجاست یا چه سرنوشتی داشته، توسط مسعود صدرالاسلام ربوده شده. ببینید یه همچین آدمی رو که در دهه 70، اواخر دهه 70، اون شکنجه ها رو بر سر شهردارا میارن. باز خدمتتون باید بگم که بازجویی که این پرونده رو دنبال که قاضی که این پرونده رو دنبال میکرد، این رو به خونهشون آوردن. محسنی اژه‌ای بوده، رازینی بوده، صدرالاسلام بوده و نقدی. معلوم است اونجا چه بلایی سرش آوردن که بعد از این حادثه او درگذشت به صورت مشکوکی، قاضی پرونده. یه آدمی که در تمام جنایات رژیم دست داشته و حتی کسایی مثل مهاجرانی و اینها، عطاالله مهاجرانی و اینها، ضرب شست او رو خوردن و میدونن و میشناسن. میخوام بگم که این آدم تازه آدم خوبشونه و بعد خاطرات شما، یعنی من اجازه بدید در اینجا بگم، این تصویری که نشون میدن، اون فردی که پیرن چارخونه پوشیده و سبیل داره، ریش نداره، وقتی فیلم رو ببینین خواهید دید این مسعودی که در این فیلم آدم خوب است، این از روی زندگی این فردی نوشته شده که آقای مصداقی دارن بهش اشاره میکنن. بفرمایید. این چیزیه که خود کارگردان فیلم مطرح کرده. بنابراین میتونید تصور کنید شخصیت های دیگه فیلم چه هویتی دارن یا چه شیوهی کار میکردن. ببینید آیت الله منتظری قائم مقام رهبری بودن. ایشون نامه نوشتن به خمینی و
و در اونجا تاکید کردن در سال 65 با اطلاع کامل میگم که اطلاعات شما روی ساواک شاهرو سفید کرد. این سندی است که موجوده. شما ببینید که آیت الله منتظری تو همون نامه ببینید چه مواردی راجع به خمینی، به راجع به زندانها به خمینی میگن. و این که هشدار میدن، نهیب میزنن، چون میدونستن نماینده های مستقیم ایشون در زندان ها بودن، با زندانی ها برخورد میکردن. اسناد و شواهد بسیار زیادی هست در این رابطه. حالا بحثی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، شاید باز هم کسانی فکر کنن که من ممکنه به خاطری که مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستم، به خاطری که اون دهه زندان بودم، از حب و بغض برخوردارم. فقط یه موردی رو خدمتشون میگم. ببینید خیلی از این دوستان احتمالاً 88 رو دیدن، کودتای انتخاباتی 88 رو دیدن، سرکوب 88 رو دیدن، یا اگر ندیدن میتونن این ویدیو کلیپ ها رو در اینترنت در دنبال کنن و ببینن که چجوری رژیم جمهوری اسلامی، دستگاه تبلیغاتیش راجع به سال 88 دروغ میگن، چطوری کودتایی رو که کردن میگن تازه مخالفین، تازه مردم یا حتی اون جناح مقابلشون یا موسوی و کروبی میخواستن کودتای نرم بکنن، کودتای مخملی بکنن. ببینید چجوری همه چیز رو واژگونه جلوه میدن. کهریزک رو ببینید، چجوری امروز سردار فودازی اومده دوباره مصاحبه کرده، مسئول رئیس بازرسی نیروی انتظامی مطرح میکنه، هیچ کسی در اونجا شکنجه نشده، فقط تعدادی رو هول دادن، میگه مطلقا جای بدی نداشتن و میگه اینا سرما خوردن، کسایی که کشته شدن و بعد هم در اثر بیماری مننژیت. حالا چطوری این سرما خوردگی منجر به مننژیت میشه دیگه نمیدونم. آقای مصطفی ایزه ببین، چون زمان کمه میخوایم وقت داشته باشیم، یه نکته ای الان هست در دقیقه 19 اینطوری های پین به واسطه 2 دقیقه 3 دقیقه آقای لاجوردی وارد اینجا میشه. من پرسشم اینه، لاجوردی میاد تو این فیلم اوایل با این میاد تو اوین به اینا میگه که چرا اینقدر شما دارین دست میکنین، چرا یواش عمل میکنین. خود همین نکته در برابر این یکی ها که حالا اینا خواستن بسازن که نه ببینی اینا خیلی با دقت عمل کردن، کسی شکنجه نشده، کسی کشته، همه جوانان مهربان بودن، یه پرسش بزرگ رو امروز میذاره. چرا با امروز لاجوردی، آیا به سبب اینکه فوت شده و در میان نیست، اینها میخوان اون بخش خشن رو به دوش کسی بذارن که دیگه امروز نیست، و یا با نشون دادن اون میخوان بخش مهربان این یکی ها که هنوز باقی مونده رو بزرگ کنن؟ ایسه بده اینو ببینیم بعد با هم گفته رو کنیم. سلام آجا، اول صحبی خیلی باشه. کارت داشتم، جایی میری؟ دارم میرم تشییع جنازه شهید بهشتی، ولی بخ هست بفرمایی. حالا دستت اومد من چی میگفتم؟ حالا به حرف من رسیدین؟ کسی که میگفت قصاص قبل از جنایت نباید کرد، خودش شد قربانی جنایت این جماعت. چند تا مثل بهشتی رو باید بزنن تا شما به حرف من برسید؟ ها؟ میشینی تو این اتاق با اینا حرف میزنی، میخوای به چی برسی؟ اصلا واسه همین امروز اومدم اینجا. پیگیری این پرونده و رسیدگی به مجرما خیلی طول میکشه. زودتر این متهمین رو بفرستید برای دادستانی. حاج آقای لاجوردی، برادر من تو روند بازجویی که نمیشه شتاب زده عمل کرد. هویت عمل کردشون معلومه، ولی باید بفهمیم اونا با چه مکانیزمی جوونا رو فریب میدن یا نه. من باید خط فکری اینا رو در بیارم. اون بدبخت ها که همشون قربانی هن. حالا زود تحویل شما بدم که چی بشه؟ میخواین بفرستینشون سینه دیوار دیگه؟ من بفرستمشون سینه دیوار؟ من قاضیم؟ قاضی حکم میده، من دادستانم. این خط، این نشون، اینا رسیدن به آخر خط. من و تو که هیچی، اینا دیگه خودشونم بر خودشون مهم نیستن. خب آقای مصداقی در خدمت شما هستیم. این آقای مسعود مهربان با آقای لاجوردی نامهربان با هم گفتگو دارم میکنن. خب حالا من این رو باید توضیح بدم خدمتتون. ببینید در دهه 60 یه درگیری بین اطلاعات سپاه پاسداران و دادستانی بود. اطلاعات سپاه پاسداران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. یعنی اینا که امروز شدن مشارکتی و نمیدونم بله. اصلاح طلب و اینا خط امامی های اون موقع اونا اطلاعات سپاه پاسداران رو اداره میکردن.
و از این طرف دادستانی مؤتلفه بودن. امروز هم میبینید در مقابل هم دیگه هستن، اون روز هم بودن. نوع نگاهشون به همه چی متفاوت بود. یعنی چی؟ اونا لاجوردی و مؤتلفه مثل هر بازاری دیگه‌ای به دنبال سود سریع هستن. یعنی یه بازاری یه چیزی که بهش میدید از این دست میگیره، از اون دست میخواد رد کنه بره با 500 تومان مثلا اون موقع ها استفاده، میگه چقدر برای من داره، اگه ببینه 2000 براش داشته باشه میگه بده بده. به همین دلیل سعی میکردن سریع اعدام بکنن، یعنی یه چیزی از فرد بگیرن کافی باشه برای اعدام، بفرستن پیش حاکم شهر و اعدامش کنن. و حتی مصاحبه هم که میخواستن بگیرن مثلا میبادن طرف رو میزدنش، صورتش هنو باد داشت یا مثلا پای چشش اومده بود بالا، میابردنش به زور پشت دوربین. حالا مثلا طرف دوتا جمله هم میگفت یا یه محکومیتی هم میکرد یا یه عذرخواهی هم میکرد، یعنی چیز خاصی نداشت. ولی سپاه چی میگفت؟ اطلاعات سپاه چی میگفت؟ میگفت نباید اینا رو سریع کشت، میگفت باید سعی کرد تا ته بازجویی رو رفت این تا به تشکیلات برسیم، تا تای تشکیلات ها رو در بیاریم. و از اون طرف هم در ارتباط با مصاحبه ها هم اونها میگفتن میزگرد، حالا اون داستان متفاوتی داشت که چرا اون شیوه رو دنبال میکردن، برای که اونجا 50 نفر رو میابردن، اون 50 نفر همه یک دست نبودن، 4-5 تا بلبل اون وسط بودن که اونها هی صحبت میکردن یا دقیقاً کسانی بودن به خدمت رژیم در اومده بودن. بخش زیادی از آدمایی که اونجا اومده بودن فقط در حد تماشاچی بودن یا یه جمله بگن یا اتهامات خودشون رو بگن، ولی بیننده بیرونی وقتی نگاه میکرد فکر میکرد عین این 50 تا عین همینان که هی صحبت میکنن یا عین همینان که دارن توضیح میدن. یعنی این تفاوتی بود که بین اینها بود. و از طرف دیگه باید اینو خدمت میگم، نه خامنه‌ای در دیداری که داشته با همین کسانی که این فیلم رو درست کردن یا فیلمو که براش موقعی که نشون دادن، چون برای خامنه‌ای شخصا اینو نشون دادن، او ضمن تمجید از دستندرکاران فیلم، از سوژه فیلم، فیلمنامه فیلم، بازیگرها و خود کارگردان و تهیه کننده اونجا تاکید کرده که بایست یک فیلم راجع به خود لاجوردی درست کنن و حق او رو ادا کنن. حتما امسال یا سال آینده فیلم لاجوردی رو هم درست خواهند کرد تا این در واقع کور تحریف دهه 60 کامل بشه، چون بدون این موضوع به نظر من هنوز کامل نیست. و این رو باز خدمتتون میگم، شما ببینید فیلم قلاده های طلا رو برید نگاه کنید در ارتباط با جنبش 88 چه جوری همه چیز رو واژگونه کردن، این فیلم هم در ارتباط با دهه 60 مثل قلاده های طلا است. برید ادعاهای رژیم رو راجع به چگونگی کشته شدن ندا آقا سلطان که جلوی دوربین بوده رو نگاه کنید و فیلمایی که روش ساختن و ادعاهای دروغین رو که کردن، بعد متوجه میشید تو این فیلم چقدر دروغ میگن. اونجایی که آقای آرش حجازی اومده نجات بده ایشون رو، خانم رو، خانم دکتر بوده، مترجم، پزشک، اونجا حضور داشته تو صحنه و اومده کمک کنه به ندا آقا سلطان، میگن قاتل خود این بوده. بعدم یا مطرح میکنن خود ندا تو فکر میکرده فیلم بخواد بازی کنه ضد انقلاب بوده، بعد این رو تو صحنه علکی زخمیش کردن، بعد تو آمبولانس که میبردن کشتنش. اینا چیزاییست که رژیم داره مطرح میکنه راجب ندا آقا سلطانی که میلیاردها نفر من فکر میکنم فیلم اینو در جهان دیدن آخر. یا چون شبکه های سراسری همه دنیا جون دادن اینو نشون دادن. یا از اون طرف بیایید نگاه کنید ببینید چجوری در جنبش 88 مطرح میکردن 25 تا بسیجی کشته شدن. فرمانده سپاه میگفته، نمیدونم حداد عادل میگفته، همه جناح راست رژیم که مقابل اون جناح بوده مطرح میکردن، ولی عاجز از این بودن که حتی یک اسم بدن. ببینید چطوری داستان 78 و جنبش دانشجویی رو واژگونه کردن. خب دهه 60 هم همین بوده و به شکل همین حرکتی که در سالهای اخیر در این فیلم ها کردن دهه 60 هم همینطوری بوده و اون سبعیت رو و اون بیرحمی و اون شقاوت رو سعی میکنن به ترتیب بپوشونن و چهره دیگه از خودشون ارائه بدن، چهره ای که مطلقا با واقعیت های اون دوران نمیخونه. ببینید ما فقط صدها نفر در دهه 60، صدها پزشک و کادر پزشکی رو اعدام کردن. در هیچ نقطه ای از تاریخ شما نمیبینید که صدها پزشک اسامیشون موجوده در اینترنت اومده، میتونید برید ملاحظه کنید که این درصد از بیرحمی اونم راجع به کادر پزشکی من میتونم بگم
بی سابقه است. آخه پزشک با قتل و خشونت و اینا سر کار نداره، پزشک دیگه اسلحه دست نمیگیره که. شما ببینید اینها رو کشتن در همون دهه 60، برید در سال 67 ببینید چند تا پزشک کشتن. ببینید بهترین جراح اورولوژی ایران دکتر دانش رو که ویلی برانت صدر اعظم آلمان تقاضای آزادی او رو کرده بود، نجاتش رو کرده بود، رو اعدام کردن. مگه چه جرمی داشت؟ در ارتباط با حزب توده دستگیر شده. میخوام بگم که این شما برید ببینید چقدر زن اعدام کردن، پیر زن اعدام کردن، دختر نوجوان اعدام کردن، دختر 14-15 ساله اعدام کردن، یکی دوتا نبوده. برید نگاه کنید کجای تاریخ میهن ما این همه زن اعدام کردن. در همه دوران پهلوی دوتا زن اعدام کردن. برید ببینید چند تا اینا اعدام کردن و اون وقت میتونید ببینید که یا مقایسه کنید یا تأمل بکنید آیا اینها راست میگن. ببینید چقدر پیر مرد اعدام کردن، کسایی که به سختی راه میرفتن. در همون دهه 60 بچه های کوچیک رو، من مقاله نوشتم، بچه های کوچیک رو میبردن، بچه های 14-15 ساله رو جوخه اعدام تمیز کنن، میبردن اونجا کفش بیارن، نمیدونم لباس اینا رو، دمپایی ها رو بیارن، جاهای خونی رو میدادن اینجا زیر رو بکنن، اونجا گل بکارن. من عکس انداختم، عکس منتشر کردم، عکس شهرام منافی رو در کنار لاجوردی من منتشر کردم تو زندان ادینه. شهرام منافی پسر هادی منافی، وزیر بهداری رژیم. شهرام منافی ببینید 13 سالش بوده دستگیر شده، پسر وزیره، و بعد زمانی که هنوز 15 آزاد شده بعد از مدتی، بعد هنوز 15 سالش نشده بود بردنش جبهه، اونجا به کشتنش دادن، تنها پسر خانواده بود. اینه که وقتی در ارتباط با خودی اینگونه عمل میکنن، ببینید در ارتباط با مردم چه کردن. صحنه هایی که این بچه ها دیدن واقعا فجیعه. شما میدونید در اوین اینا میتونن شهادت بدن، شهادت دادن، دوستان نزدیک من هستن. اینا رو میدیدن که وقتی بعد از مدتی جنازه اعدام که میکردن، جنازه ها رو توی اوین رها میکردن توی تپه تا خونش بره، چون در زمانهای زیادی اتفاق افتاده بود جنازه‌ای که میبردن خون از تو کامیون را میفتاد، یا حتی میرفتن بنزین بزنن مردم دیده بودن. بنابراین میذاشتن جنازه ها خونشون بره. دوست ببینید اینا صحنه‌های فجیعه. من نمیخوام اینجا تعریف کنم که مردمی که میشنون اینجا افسرده بشن یا رنجیده بشن، ولی ببینید این بچه ها دیده بودن که گربه های آشپزخونه اوین این جنازه ها رو میخوردن. اینا واقعیت، و این گربه ها همه چاق و چله میشدن از خون و از گوشت این اعدامی هایی که ور میکردن توی تپه های اوین ارتزاق میکردن. بنابراین بیرحمی تو این حد بوده. اما تو این فیلم ما هم نه زندانی میبینیم جناب استاد، نه تو این فیلم زندانی میبینیم، نه شکنجه شده میبینیم، نه شکنجهگر میبینیم. واقعیت چیزی که اصلا شکنجهگر در این فیلم حضور نداره. اگه اجازه بدین یه 3 دقیقه دیگه ببینیم بحث دلرحم‌ها و بدون دلرحم‌ها رو اینا آوردن در اینجا که بگن که چه کسانی بودن، چون در پایان فیلم اونهایی که دلرحم نبودن دلرحم‌ها رو هم همراه خودشون میکنن تا در عملیات شرکت کنن. دقیقه ساعت 1:15 رو اگر بهروز عزیز 1:15 تا 1:18 رو نشون بدن، این ببینیم که کارگردان چه قصدی در این داشته که نشون بده که چرا این ماجرای نیمروز رو بخواسته به هر حال یه جوری تموم کنه دیگه. در ماجرای نیمروز باید خشنها بر غیر خشنها، که تازه شما اشاره میکنید که این مسئول آقای مسعود خان چی کاره بوده، پیروز بشه. حالا نگاه میکنیم به دقیقه 1:15 تا 1:18، 3 دقیقه است. نگاه سلام ازش بازجویی کنم. من اینجا چیکار کنم؟ تو داری باهاشون لاس میزنی بابا. اینا عمله. آقا عمله هاش مال من، مهندس هاش مال تو. پاشو بینم آرون بار. ببین اونه یه دختر بچه 5 ساله هست، میفهمی؟ یا امشب حرف میزنه یا به خدا این سگ همینجا میکشمش. پاشو. یا اومد. پاشو. تو دیگه چی کنی؟ پاشو.
تو اتاق من نه، اینجا جای این کارا نیست. سلام. سلام کمال جون، بشین یه دقیقه باید کار دارم. رهی ما کار داریم، میریم برمیگردیم. عزیزم بشین باید کار دارم. حامد تو هم بیا بشین. مسعود به من زنگ زد، بذار کارشو بکنه. کاری به کارش ندارم آقا، من منافقه رو خودم گرفتم، خودم بازجویی کردم، خودم میخوام رو آدرسایی که گرفتم ازش عمل کنم. کاری به کاری کسی ندارم. مثل دشمنت عمل نکن، صبور باش. تو صبور باش، من آدمی نیستم که این چیزا رو ببینم و بتونم صبور باشم. من عملیاتی ام. خودت من از رو قله آوردی برای همین دیگه، غیر از اینه؟ ببین جنگیدن با ستون پنجم منطق خودش رو داره. گوش کن ببین دارم حرف میزنم. گوش مثل بازی شطرنج میمونه. برای هر حرکتی شما باید کلی فکر کنی، فرضیه داشته باشی، پیش بینی کنی، احتمالات رو در نظر بگیری، محاسبه کنی چی میدی چی میگیری. فعلا که همه چی رو دادیم هیچ چی هم نگیریم. نه اینجور همین دیدیم. نه ما خیلی کار کردیم. همین آدمایی که عکساشون اینجا از اینجا مردم رو تو خیابون دارن به رگبار میبرن. قربونت برم، به خدا شرمم میاد. اسلحه هستم، هیچ غلطی نمیتونم. همین چیز که اسلحه و فشنگ این رفته تو مغازه یارو. آقا کشداری سلام. بله خم شده پیرمردی کشو برداره ترق زده. خب بیشرف بیا با من بجنگ. اون اتفاقا حرف من همینه. من نمیذاری حرفمو بزنم. نمیذاری. خب من میدونم شما چی میخواید. من میخوام 10 بار دیگه تکرار کنم. قربونت برم. نمیخوام یادم بره. رحیم به خدا دختر 5 سالش نشده بود. فیلم سراسر فیلم این گفتگوها در این یک ساعت خورده یه فیلم، یک ساعت و 50 دقیقه، همواره تلاش میکنه بگه که یکی دو نفری بودن که یه ذره خشمگین بودن، ولی همه در حد فیلسوف‌ها و پروفسورای دنیا بودن و همش به آرامش دعوت میکردن. و به گونه‌ای آقای مصداقی شما تصور میکنید که اینها هر کس رو دستگیر کردن آزاد کردن، یعنی همه رو نصیحت کردن و آزاد کردن. شماره چند نفری کشته شدن، اونم در ماجرای نیمروز، و یه تعدادی هم اونایی هم که مردم رو خیابون به مسلسل بستن اعدام شد. خدمت شما هستی. ببینید من رو در همون بهمن ماه سال 60 از حسینیه می اومدیم و من ایستاده بودم منتظر که ما رو وارد بندمون بکنن. دم در بند، دم پله های بند ایستاده بودم. بندهای چهارگانه اوین درست در واقع بغل بهداری هستن و من اصلا متوجه نبودم، تو فکر خودم بودم. یهو یه دستی زد پشت من، گفت کجا رو نگاه میکنه، بیا بریم از جلو نشونت بدم. یه پاسداری بود به نام شاه محمدی، منو برد جلو. یکی از بچه های دیگه رو که کیومرث زواره‌ای بود، او هم پشت من بود، زد تو سر اون، اونم رو بود. کیومرث در کشتار 67 به دار آویخته شد. گفت چشمت بزن بالا. چشمم رو زدم بالا، ببینید یه جنازه تو سطل آشغال بود، پاها بالا بود و تا رون اون باند پیچی شده بود، یعنی شکنجه در زیر شکنجه در گذشته بود و پاهاش در سر شکنجه باند پیچی کرده بودن تو بهداری. اون یکی جنازه دیگه اونجا یه کوپه آشغال بود، روی آشغال انداخته بودن. این دو تا جنازه رو نشون داد، گفت برو تو بند برای بچه‌هاتون تعریف کن. ببینید یک همچین شقاوتی بوده. شما تو شعبه بازجویی که می‌رفتید، من اینو برای نماینده آیت الله منتظری گفتم ببین من اینا رو که تو رادیو ضد انقلاب برای من تعریف نکرده که گوش بکنم، که خودم به چشم خودم دیدم تو شعبه بازجویی که می‌رفتید، تو اتاق شکنجه که می‌رفتید، مثل این قصابی آدم آویزون بود، مثل لاشه گوسفند آدم از سقف آویزون بود، قپونی اینجوری کرده بودن، یکی یه بر افتاده بود، یکی شلاق می‌زدن. ببینید مثل غرفه‌های جهنم که تصویر می‌کنن همین جوری بود. و شما با پاهای زخمی شکنجه شده میشستی، میومدن پاسدارا با پوتین لغت میکردن. موقعی که میخواستن پانسمان کنن، پانسمان رو میکندن، پوست کنده میشد، میگفتش که هرکی خربوزه میخوره با لرزش هم میشینه. اینا اتفاقاتی بوده که ما شاهد و ناظرش بودیم، نه یه بار، نه یکی و دوتا. و عرض کردم خدمتتون صحنه های بسیار بسیار فجیعی بوده. اون بچه هایی که یه بند رو تشکیل میدادن، بند
سالن 6 آموزشگاه اوین بچه‌های همه زیرشون همه 16 17 ساله بودن. شما می‌بینید یه بندی از این چند صد بچه اینجوری فقط تو اونجا بودن. حالا چقدرشون رو اعدام کردن خدا میدونه. حتی بعضی‌هاشون رو گذاشتن 18 ساله بشن اعدام کردن که مثلا چهره شده بودن و اینها، مثل اون افشین برادران. یا در همون موقع عرض کردم خیلی ها رو که 13 14 15 ساله بودن اعدام کردن، فرق نمی‌کرد دختر پسر اعدام می‌کردن. و شکنجه هایی که باز تاکید می‌کنم حد و مرزی براش قائل نبودن اعمال می‌کردن. و من خودم دیدم بازجو تو شعبه بازجویی یک پیرزنی نشسته بود، من به چشم خودم دیدم با دوتا خودکارش کرد تو بینی این زن که خون فواره زد. اینا فقط چیزای خیلی خیلی عادی بوده که اون موقع اتفاق می افتاده. اینو دیگه شکنجه حساب نمی کردن، اینو مثلا عصبیت یک بازجو حساب می کردن. توپ فوتبال که می کردن می زدن لتو پار می کردن، این دیگه شکنجه نبود. اینو می گفتن توپ فوتباله، می گفتن ملی خوریه. ملی خوری یعنی شکنجه نیست، یعنی همینجوری می زنن. شما می دونید تعداد کسانی که زیر شکنجه کشته شدن چقدر زیاده؟ میدونید تعداد کسانی که دوچار نقص عضو شدن چقدر زیاده؟ خیلی هاشون رو تو کشتارش از صاحب اعدام کردن. پاهاست، شما عکساشون منتشر شده، پایی که نه ناخون بلکه انگشت ها ریخته. شما اون تصویر پاهای حسین دادخواه رو ببینید، انگشت های پاش ریخته، نه اینکه ناخونش ریخته باشه. اینا کابل انگشت رو پرونده، ببینید چقدر کابل زدن. درست. خب جناب مصداقی، ما در 5 دقیقه آخر برنامه هستیم. از بهروز عزیز میخوام اون تیکه ای رو که پایان قهرمانی اینها یعنی فتح خانه موسا خیابانی است و اوج این قهرمانی موقعی است که فرزند مسعود رجوی رو اینا بغل میگیرن و تمام آدم کشدارگر فردی که در این فیلم به عنوان خشن دیده میشه حالا اونجا میخواد مهربانی خودشو. به نظر میرسه که کارگردان تمام ترکتش این بوده که در ماجرای نیمروز به این بخش برسه. البته بهروز جان میتونیم بدون صدا اون رو پخش کنی، فقط من میخوام جمع‌بندی ماجرا رو آقای مصداقی عزیز با داشته باشن و این تصاویر خود ماجرای نیمروز و پایان این فیلم که چگونه اون خونه رو و مردم رو باش برخورد میکنن و اون بچه رو برمیدارن و از این داستان ها نگاه میکنیم. اول خدمتون بگم که من جزو کسانی بودم که اولین سری هایی بودم که در روز 19 بهمن من رو بردن برای دیدن جنازه موسا خیابانی، اشرف ربیعی و دیگر کسانی که در اون روز کشته شده بودن. البته من نمیدونستم، تو راه هم منو زدن و اصلا خوشحالی میکردم، به در و دیوار منو میزدن. این ابروی من شکاف، صورتم خیلی خونی بود. من رو بردن اونجا بالای جنازه هایی که ببینم. پاسدارا از روی جنازه ها میدویدند و بعد یکی رو که میخواستن اون رو بر کنن سرش رو میگرفتن و از موش میگرفتن میکشیدن. و صحنه های بسیار بسیار رقتباری هم بود و خوشحالی اونها رو هم شاهد بودم در اینکه در پوست خودشون نمی گنجیدن. اینها رو دیدم. روزهای متوالی جنازه ها رو بعدن آورده بودن بیرون، پشت بندها روی زمین گذاشته بودن و در واقع اونجا زمین هم یخ زده بود. بعد که خواسته بودن جنازه ها رو بردارن، کسانی که اونجا تو محوطه کار میکردن بعدن برای من تعریف کردن، اینها خیلی به زمین چسبیده و به سختی کنده بودن. در تبلیغاتی که میکردن، حالا تو این فیلم اونو نشون نمیده، در تبلیغاتی که میکردن تاکیدشون روی این بود که یه پاسدار اونجا کشته شده بود، رابط ابوالقاسم دهنوی، اون رفته بود این بچه رو نجات بده و در واقع تیر خورد. که اینم دروغ، از اون دروغهاییست که اینا درست میکنن. و موضوع دیگه میخوام خدمتتون بگم، ببینید تمام جناح‌های رژیم اهم از اصلاح طلب و به اصطلاح اصولگرا شریکن در این جنایت دهیش است. و در ارتباط با همین فیلم هم همشون به صحنه اومدن و همه برای تحریف تاریخ با هم دیگه مشارکت میکنن. من گفتگوی امینزاده رو خوندم، یک عنصر اطلاعاتی که بعدا معاون وزارت امور خارجه بود، او میگه قتل عامی که توسط مجاهدین صورت گرفته. ببینید این در ارتباط با قتل عام سال 67، قتل عامی که تو زندان بوده، اینو
تبدیلش میکنه به قتل عام مجاهدین. اما دیگه خنده داره. البته اون چیزی که من اینجا مطرح میکنم، در واقع میخوام دفاع از یه نسل میکنم، دفاع از یه دوران بکنم، دفاع از اونایی بکنم که در مقابل این بیدادگری ایستادن. هیچ ربطی به اون چیزی که امروز ما شاهدیم در واقع از فرقه رجوی نداره، ربطی به رجوی نداره. این کسانی که در اون روزها کشته شدن، در اون روزها در زندانها بودن، جوخه های اعدام رو در واقع رنگین شد از خونشون، اونها هیچ ربطی به فرقه رجوی ندارن. سوء استفاده است که او میکنه از نسل برآمده از انقلاب ضد سلطنتی. و من باز تاکید میکنم هدف من روایت تاریخ، روایت اون دورانه و نه دفاع از اعمالی که فرقه رجوی به خصوص در سه دهه گذشته انجام دادن. از نظر من کاملا مردوده، از نظر من کاملا محکوم هستن. ولی اون چیزی که من بیان میکنم دفاع از نسل بود. میخوام توضیح بدم که اینها رو با هم قاطی نباید کرد، چون رژیم جمهوری اسلامی این رو تلاش میکنه. من از شخصیت، از هویت بهترین نسل تاریخ میهنمون دفاع میکنم، از اونایی که در مقابل هیولای خمینی ایستادن، در مقابل هیولا و دین ارتجاع ایستادن و از همه چیزشون گذشتن و بسیاری از اونها امروز در کنار ما نیستن، در میان ما نیستن. از حق اونها دفاع میکنم. جناب مساقی، زمانی که این فیلم روی صحنه رفته، روی سینما ها رفته، نزدیک بوده به انتخابات دوره ریاست جمهوری 12، یعنی دوره‌ای که روحانی و رئیسی با هم رقابت کردن. آیا میشه فکر کرد که در فقط در یک دقیقه، دو دقیقه وقت باقی بوده، تصمیم ویژه‌ای بوده برای اینکه در اون زمان این ساخته بشه، در اون زمان جایزه ببره، در اون زمان نمایش داده بشه؟ نه، فکر نمی کنم. به خاطر اینکه خب این فیلم فقط هم خود این فیلم نیست. ببینید کتابای زیادی رو منتشر کردن در طول این سالها، نه در فقط در طول مجاهدین، در طول فدایی ها کردن، حزب توده کردن، حتی در ارتباط با ملی مذهبی ها، در ارتباط با نهضت آزادی. میدونید چقدر اینها دروغ پراکنی کردن و در ارتباط با آقای بنی‌صدر در همون دوره ریاست جمهوریشون، بعدش اینها در همه چیز رو سعی میکنن که تحریف بکنن و حالا به کار فیلم اومدن. اینم اولین فیلم نیست، این سومین فیلم امکان مینا هست، فیلم سیانور هست، در همین چارچوب و در همین راستاست سریال های متفاوتی درست کردن و حالا به فیلم و فیلمسازی هم رسیدن. خب معلومه در دهه فجر نشون دادن برای اینکه بتونن براش جایزه تهیه کنن، جایزه دست پا کنن که کردن، شما به درستی توضیح دادید. و بعد هم خب معلومه عید و در بعد از عید در بهترین اکران نمایش میدن که بیشترین دید کننده رو داشته باشه، مردم بیکارن و خب اصولا در بعد از عید، در تعطیلات عید، اینها فیلمای خودشون رو اکران میکنن، فیلمایی که دستگاه اطلاعاتی پشتشه. قبلا هم اخراجی ها رو در همین دوره پخش میکردن برای اینکه فرصت بیشتری باشه برای اینکه مردم برن ببینن یا خودشون بتونن بسیج بکنن برای اینکه عده رو ببرن برای دیدن. از شما سپاسگزارم و از اینکه زمانتون رو دادین. به امید گفتگو در آینده. فقط در کنار لحظه‌ای که شما هستین، من این رو بگم برای اون افرادی که نامه می‌نویسن، ایمیل می‌نویسن که آقا چرا نشون میدین، باز هم میگم نشان دادن حقایق، نگاه کردن، بازنگری تاریخ این فرصت رو میده که فراموش نکنیم و این فرصت رو میده که از تکرار اون پیشگیری کنیم. شاید اندازه یک نوک سوزن اگر مسئولیت داشته باشیم، ما که در بیرون از ایران در سرزمین‌های دیگه زندگی می‌کنیم و از آزادی نسبی برخوردار هستیم، دست کم انداختن یک چراغ و روشنایی بر روی اون چی که در ایران می‌گذره کوچکترین کاری است که می‌توان کرد. آقای مساقی عزیز، باز هم سپاسگزارم. ممنون از شما، همچنین از بینندگان عزیز که با ما همراه. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. بدرود تا درودی دیگر. به امید آزادی برای مردم ایران و صلح برای مردم جهان.